بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا النبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درباره آن چیزی که در مورد پیمان الله و پیامبرش صلی الله علیه و سلم آمده است، از روی اخلاص و پیروی به عهد الله وفا نکردن پس زدن است و این در توحید خلل می آورد. پس تعظیم الله واجب است که در تعامل با مردم باشد و اگرچه کافر باشند و اگرچه در دشوارترین حالت ها باشد و آن جهاد در راه الله است، پس شریعت را حاکم می گرداند و عهد الله و عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم تعظیم کنید. دلیل اول، الله سبحانه و تعالی می فرماید و به پیمان الله چون پیمان بندید وفا کنید و سوگندها را بعد محکم ساختن آنها مشکنید تا آخری آیت. دلیل دیگر، از برایده رضی الله عنه روایت است که هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را امیر لشکر تعیین میکرد، او را به تقوای الهی در مورد خود و مسلمانانی که با او همراه بودند وصیت کرده میفرمود: به نام الله در راه الله جهاد کنید و به کسانی که کفر ورزیدند بجنگید، جهاد کنید و خیانت نکنید، عهد شکنی نکنید، مصلح نکنید، یعنی گوش بینی نبرید، کودکان را مکشید، هرگاه به مشرک و دشمنانتان روبرو شدید آنها را با قبول یکی از این موردها دعوت کن و هر کدام را قبول کردن از آنان قبول کن. آنها را اول به اسلام دعوت کن، اگر قبول کردن تو نیز قبول کن، آنگاه از آنان بخواه که به شهر مسلمانان هجرت بکنند و بگو اگر چنین کردید از تمام حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند و یا در عهده آنهاست شما نیز از آنها برخوردار خواهید بود، و اگر هجرت را قبول نکردند مانند مسلمانان صحرانشین با آنها معامله می شود، یعنی پایبند اسلام بشوند، اما از غنیمت ها سهمی به آنها داده نمی شود مگر اینکه در جهاد اشتراک کنند. اگر اسلام را قبول نکردند از آنها جزیه یعنی مالیات بخواه، اگر قبول کردند تو نیز قبول کن و دست از جنگ باز دار، اما اگر قبول نکردند پس به کمک الله با آنان بجنگ، و اگر قلعه را محاصره کردی سپس آنان خواستند که با عهد پیمان الله و پیامبرش با تو صلح بکنند چنین مکن، بلکه بر اساس عهد پیمان خودت با آنان وارد گفتگو شو، زیرا اگر شما عهد پیمان خود را بشکنید جزایش کمتر است از اینکه عهد پیمان الله و رسولش را بشکنید. همچنین اگر ساکنان قلعه را در محاصره خود درآوردی، آنگاه از تو خواستند که حکم الله را در مورد آنان اجرا کنی چنین مکن، بلکه حکم خودت را پیشنهاد کن، زیرا از کجا معلوم که شما واقعا مطابق با دستور الله با آنان رفتار کنید. روایت امام مسلم. در حدیث فرمودند که جیش یعنی لشکری که 400 مرد زیاد است، و اینچنین آمده است که سریه از 400 مرد کم است. فرمودند که به نام الله بجنگید، یعنی از الله یاری طلب کننده و جنگ را به نام الله سر کنید. در راه الله یعنی نیت و عمل را شامل می شود. فرمودند که کسی که با الله کافر شود، یعنی با مردم از روی عصبیت یا قومی‌گرایی یا وطن پرستی جنگ نکنید، برای مصلحت آنها با آنها بجنگید و آن نجات دادن آنها از آتش است و مدار کفر با دو امر است: انکار و کبر کردن. و فرمودند که و خیانت نکنید، یعنی چیزی از مال غنیمت را پنهان نکنید، پس مختص به آن است و آن از گناهان کبیره است. و فرمودند که و غدر نکنید، یعنی هرگاه عهد کردیم خیانت نمیکنیم، و غدر بی عهد جایز است، زیرا جنگ فریب دادن است. و فرمودند که و مصلح نکنید، یعنی زیشت کردن و بریدن بعضی اعضا که با آن حاجت نیست، زیرا آن در غیر محلش انتقام گرفتن است
اگر هرگاه که ما را مصلح کنند. فرمودن که ولیدن یعنی پس خودسال زنان، پیرانسالان، آبیدان و بیماران را نمی کشیم مگر که بجنگند یا در جنگ تشویق کنند یا برای آنها در جنگ رای باشد. فرمودن که دشمنت یعنی برای جنگ آنها برانگیختن و دشمن تو را خار میکند و از تو دور میشود و حق تو را پایمال میکند. غنیمت یعنی آنه که از مالهای کافران به جنگ یا به چیزی که با آن میپیوندد گرفته میشود. وفای آن چیزی که برای بیت المال صرف میشود، مانند پنجه که غنیمت و خراج و جزیه. و فرمودن که مگر که جهاد کنند، یعنی هرگاه اسلام آورند و جهاد کنند، پس برای آنها آن چیزی که از غنیمت و فای برای مسلمانان است می باشد. جزیه مالی که غیر مسلمان در عوض حمایه او و زیستش در دار مسلمانان پرداخت می کند و در این جایز بودن گرفتن جزیه از غیر یهود و نصارا و مجوس می باشد. اکنون آنچه با هم عهدان میکنیم، یکم به عهد وفا کردن واجب میباشد. هرگاه آنها به عهد وفا کنند تا زمانی که وفادار مانند شما نیز وفادار بمانید. دوم، هرگاه عهد را شکنند عهد ساقط میشود و جنگیدن با آنها حلال میشود و اگر پیمان خود را پس از عهد خود شکستند. سوم، هرگاه در عهد تردد کردیم بر آنها آن را میگردانیم و اگر از خیانت قوم بیم داشتی منصفانه پیمانشان را به سوی آنان بیانداز. و آنچه مسلمانان در جهادشان به کافر میکنند آن است که قتل کودکان، زنان، عابدان و بیماران حرام است. با آنها به خاطر مسئولیت آنان جنگیدن یعنی نجات دادن آنها از آتش و برای آنها عهد را وفا میکنند. و هرگاه کافرها عهد را شکنند آنها را با تمام شدن عهد آگاه میکنند و خیانت نمیکنند و گوش و بینی کشتگان را نمیبرند مگر هرگاه در کشتن آنها مثله شده باشد. با آنها نمیجنگند تا آنها در بین اسلام یا جزیه یا جنگ اختیار دهند و در حکم عدل میکنند و ظلم نمیکنند. و عدد کشته شدگان از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا وفاتشان در همه جنگ ها از هزار نمیگذرد و کودک یا زن یا پیرانسال کشته نشده است. و اکنون آنچه کافران در وقت جنگیدنشان با مسلمانان میکنند این کشتن کودکان، زنان، عابدان و بیماران بود و جنگیدن آنها برای دنیا است. آنها بسیار عهد را می شکنند. از آنها آگاه کردن حاصل نمی شود هرگاه از طرف مسلمان ها چیزی روی دهد. خیانت می کنند، کشته شدگان را مسلح می کنند به اینکه در کشته شدگان آنها مسلح شده باشد و اصلا در نزد آنها دعوت نیست و احکام آنها بر ظلم بنا یافته است و پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها یک مرد را کشتند. مسئله های این موضوع: یکم، فرق بین عهد پیمان الله و پیامبرش و عهد پیمان مسلمانان. دوم، راهنمایی به مسئله که ضررش از مسئله دیگر کمتر است. سوم، این دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند به نام الله و در راه الله جهاد کنید. غزو با یاری خواستن از الله و اخلاص و موافق شریعت رفتن واجب می باشد. چهارم، این فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند و کسانی که به الله کفر ورزیده اند بجنگید و سببی با آنان جنگیدن و سببی با آنان جنگیدن کفر است. پنجم، این راهنمایی رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند با کمک الله با آنان بجنگ و انسان بر قوتش اعتماد نمی کند. ششم، فرق بین حکم الله و حکم عالمان. هفتم، اینکه صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت ضرورت حکم صادر نمی کند تا
که نمیداند با حکم الله موافق است یا نه. این خاص به صحابگان نیست، بلکه حتی برای بعد آنان هم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.